عرض کنم که به روشنی بینندگان عزیز میبینید که ما از دو نوع نگاه صحبت میکنیم. نگاه اول نگاه آیین بهایی به بانوان است و به عالم است و به هدف آن، و نگاه دوم نگاه طالبانی و داعشی و متاسفانه بسیاری از مردم مسلمان است. نگاه بهایی تعلیم و تربیت عمومی و اجباری است که یکی از آموزش های این آیین است و آموزش و تربیت دختران را مقدم بر آموزش و تربیت پسران می داند. بعد از جنگ جهانی اول حضرت عبدالبها قدسیه اشرف رو به امریکا فرستادند، تشویقش کردند بره درس بخونه، رفت و در دانشگاه های امریکا تحصیلات فراوان کرد و بعد از جنگ جهانی اول ایشون به ایران بازگشت، ولی وزارت معارف اون زمان به علت بهایی بودن از استخدامش خودداری کرد. ایشان بعدها به دانشگاه امریکایی بیروت رفتند و در اونجا مامایی خوندند و به قدری این خانم به ایران خدمت کرد که نوشتنش فهرستوارش هم حتی در این برنامه مجال براش نداریم. این دو نگاه مختلف است. حضرت عبدالبها کسانی که یک مدرسه مخصوص دختران در ایران تأسیس کرده بودند چنین می‌فرمایند: ای بانوان، مدرسه دختران مهمتر از مدرسه پسران است، زیرا دوشیزگان این قرن مجید باید نهایت اطلاع از علوم و معارف و صنایع و بدایع این قرن عظیم داشته باشند تا به تربیت اطفال پردازند و کودکان خیش را از سن کودکی تربیت به کمال تربیت کنند. و اگر مادر چنان که باید و شاید دارای فضائل عالم انسانی باشد، اطفال مانند فرشتگان در نهایت کمال و جمال و آداب پرورش یابند. پس این مدرسه دختران که در آن سامان تأسیس شده باید مشمول نظر بهائیان گردد و مورد اهتمام نفوس رحمانی شود. معلمانی که در این مدرسه هستند بانوان مقرب درگاه احدیتند، زیرا اطاعت فرامین مقدسی حضرت بهاءالله نمودند و به تربیت دختران برخواستند. آنگاه می‌فرمایند: روزی آید که این دختران مادران گردند و هر یک در نهایت ممنونیت به درگاه احدیت زاری نماید و این معلمان را نجاح و فلاح و رستگاری طلبند و علو درجات در درگاه الهی خواهند. آنگاه به آنان میگویند این مدرسه را مدرسه موهبت نام نهید، چرا که حضرت عبدالبها یکی یکی این مدارس بهایی رو براشون نامگذاری میکردند. من امروز مایل هستم با شما خیلی کوتاه درباره خبری که خوندم صحبت کنم و اون این بود که یک فیزیکدان جوان بهایی ایرانی برنده بزرگترین جایزه فیزیک جهان شد. ایشون شبنم رایایی اردکانی، فارغ التحصیل از دانشگاه MIT هستند که جایزه مخصوص فیزیک رو به عنوان دومین زن تاریخ فیزیک جهان دریافت کردند، در حالی که به عنوان بهایی از تحصیل در ایران محروم بودند و رانده شده بودند. این جایزه به محققانی اهدا می شود که تز دکترای خود را با بهترین کیفیت علمی و دستاوردهای مربوط به فیزیک سیالات نوشته. دانشگاه هاروارد اینک از شبنم رایایی خواسته تا به گروه پژوهش این دانشگاه بپیوندد.
البته این تبریکی است به جامعه زنان بهایی و زنان ایرانی. خب ضمن اینکه در این هفته اخبار غم انگیز تلاش های دختران و بانوان افغانستان رو که با نهایت صداقت تقاضای برابری در میکردن، تقاضای آزادی میکردن، تقاضای اینکه کار داشته باشن، به دانشگاه برن و غیره، اتفاق معادل اون افتاد در دنیای غرب که خیلی جالبه. و اون وداع با شکوه آلمان ها با بانوی تاریخ ساز اروپا بود. آلمان ها با 6 دقیقه تشویق گرم در خیابان ها، بالکن ها، پنجره ها انگلا مرکل رو وداع گفتند. میدونید ایشون صدر اعظم آلمان بود. کل کشور مردم آلمان برای 6 دقیقه کف زدند. نمونه دیدنی از رهبری و دفاع از بشریت، چون ایشون همه این کارا رو میکرد. ایشان با شایستگی، مهارت، فداکاری و اخلاص 80 میلیون آلمانی رو برای 18 سال هدایت کرد و بعد از اون آرام جای خودش رو به جوانترها داد. انگلا مرکل شعار نداد، سخنان بیهوده بر زبان نیاورد. او در کوچه های برلین برای عکس گرفتن ظاهر نشد. ایشان را بانوی جهان لقب دادند و از او به عنوان معادل 6 میلیون مرد یاد کردند. خیلی جالب است. در طول 18 سال رهبری ایشان بر کشورش هیچ تخلفی علیه او ثبت نشد. هیچ یک از بستگان خودش رو به یک پست دولتی منصوب نکرد. این قابل توجه برای سیاستمداران و گردانندگان حکومت ولایت فقیه ایران است. زمانی که تمام کشورهای مسلمان به پناهندگان سوری و عراقی پناه ندادن، توجه کنید، ایشان به آنان پناه داد و مثل مادری مهربان بهشون خانه و غذا داد. ایشان اجازه نداد که تصاویرش در ادارات و سازمانها نصب شوند یا خیابانی به اسمش بگذارند. باز هم فکر کنیم به ایران اسلامی ما و یک چنین بانوی. او ادعا نکرد که او جلال و جبروت ساخته است. او میلیون ها دلار پول نگرفت و هیچ کس عمل کرده او رو تشویق نکرد. او منشور و تعهدات را دریافت نکرد، با کسانی که قبل از او بودند مبارزه نکرد و خدمات آنها را لوس نکرد. باز مقایسه کنید با هر یک رئیس جمهور در ایران که نسبت به پیشینیان خود چه گفت، یا ولی فقیهی که به افراد قبل چه گفت. دیروز خانم مرکل سمت رهبری حزب خودش رو ترک کرد و اون رو به کسانی که بعد از او بودن تحویل داد، آن هم در حالی که آلمان و مردم آلمان در بهترین وضعیت خودشان تا کنون بودند. واکنش مردم آلمان در تاریخ این کشور بی سابقه بود. کل این مردم به بالکن خانه های خودشون رفتند و به طور خودجوش برای او 6 دقیقه مداوم کف زدند. تشویق ایستاده در سراسر کشور. آلمان به عنوان یک پیکر واحد با رهبر شایسته خودش خداحافظی کرد. رهبری که تحت تاثیر مد یا مرکز توجه بودن قرار نگرفت. املاک و مستغلات، اتومبیل‌ها، قایق‌های تفریحی
و هواپیماهای شخصی رو برای خودش خریداری نکرد. میدانست که او از آلمان شرقی سابق است. او رفت و اقوامش ادعای مزیت نکردند. 18 سال هیچ وقت کمد لباس خود را تغییر نداد. خدا بر این رهبر ارج گذارد. در یک کنفرانس مطبوعاتی یک روزنامه نگار زن از انگلا مرکل پرسید: ما متوجه شدیم که شما اغلب یک لباس مشابه پوشیده اید، آیا لباس دیگری ندارید؟ پاسخ ایشان بسیار جالب بود. گفت: من کارمند دولت هستم، مدل که نیستم. در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر از او پرسیدند: آیا شما خدمتکارهایی دارید که خانه شما را تمیز می کنند، وعده های غذایی شما را آماده می کنند و سایر امورات خانداری را انجام می دهند؟ پاسخ ایشان این بود: نه، من هیچ خدمتکاری ندارم و به آنها هم نیازی ندارم، چون خود من و شوهرم این کارها را هر روز در خانه انجام می دهیم. سپس روزنامه‌نگار دیگری پرسید، ظاهراً براشون قابل باب قبول نبود: چه کسی لباس ها را می شوید، شما یا شوهرتان؟ پاسخ ایشان این بود: من لباس ها را مرتب می کنم و شوهر من کسی است که با ماشین لباسشویی کار می کند و معمولاً در شبها، زیرا شبها فشار روی سیستم برق رسانی کمتر است و مهمتر این از سر و صدای ماشین رخشویی برای همسایه ها ایجاد مزاحمت نکنند. خوشبختانه دیواری که آپارتمان ما را از همسایگان جدا می کند به قدر کافی ضخیم است. ایشان به آنها گفت: من انتظار داشتم شما از من در مورد موفقیت ها و ناکامی های کارم در دولت بپرسید. بله، خانم مرکل مانند هر شهروند دیگری در یک آپارتمان عادی زندگی می کند. این جای توجه دارد برای حاکمان و قدرتمندان سرزمین ما. نه قصری دارد، نه خانه مجلل. او که قبل از انتخاب شدن به عنوان صدر اعظم آلمان در آپارتمان زندگی می کرد، آن را ترک نکرده و در همون جا ماند. ویلا، خدمتکار، استخر شنا یا باغ هم ندارد. درود بر این زن تلاشگر، با وجدان و دلسوز مهربان ساز زیست. خب این خیلی جالب است که ما ببینیم بانوان چه کارهایی میتونن در دنیا بکنند وگر اونها رو زیر چادر و چاقچور و مقنعه و محبوس کنیم، اجازه رفتن دانشگاه بهشون ندیم، اجازه فعالیت در امور زندگی جامعه رو به اونها ندیم. خب البته جای بسیار بسیار تأسف دارد. و اما در دقایقی که باز مانده مایلم دلنوشته خانم سهیلا وحدتی بنا رو درباره نخستین روزهای بهایی کشی در این انقلاب رو برای شما بخوانم تا ببینید که ایران ما هم دستی از افغانستان نداشته و فرقی هم با اون نداشته، هنوزم نداره. ایشان میگوید: در دوران ما روزهای بهایی کشی با بحبوحه انقلاب همزمان شده است. نخستین روز بهایی کشی 23 مرداد 1357 بود. نخستین قربانی روزهای بهایی کشی این دوران ضیاءالله حقیقت است. افشین، کوچکترین فرزند ایشان، ماجرای اون روز رو چنین به خاطر می آورد. بینندگان عزیز، علت این که من این رو برای شما می خوانم این است که ما بدانیم چه کرده ایم با کسانی که این همه ایده های نو و آموزش های نو برای آینده ایران ما عرضه کردند. افشین می گوید: تابستان بود، 8 ساله بودم، شاگرد دوم ابتدایی. رفته بودم بیرون از خانه نزدیک مدرسه
با بچه ها بازی کنم. محل مدرسه روبروی محله کار پدرم بود. وابستگی خیلی شدیدی به پدرم داشتم. هر روز پس از مدرسه به محل کار او می رفتم و کنار او می نشستم. دوستان و آشنایان همه می گفتند که کرش همیشه پهلوی خودشه. آن روز پیش از ظهر برگشتم که بیایم خانه. در راه برگشت توی کوچه از همسایه ها شنیدم که می گفتند این بهایی رو کشتنش آخر. من به راهم ادامه دادم. سر کوچه من یک مغازه‌دار بود. او که در چارچوب در مغازه‌اش ایستاده بود رو به من کرد و با تأسف گفت پدرت رو هم کشتم. من مبهوت به آنها گوش می دادم ولی باز هم نفهمیدم منظورشان چیست. به خانه آمدم و دیدم مادرم نیست. خواهرهایم گفتند که بابا تصادف کرده، یک موتوری بهش زده و برایم توضیح دادند که او را به بیمارستان بردند و مادرم هم به همین دلیل خانه نیست، برای دیدن پدرمان به بیمارستان رفته است. آنچه را که در کوچه شنیده بودم برای خواهرهایم تعریف کردم و گفتم که توی کوچه همه میگفتند که پدرت را کشتند. خواهرهایم گفتند نه اینطور نیست، او تصادف کرده. البته بعداً از طریق همسایه ها فهمیدم که با موتور منتظر پدرم بودم که او را به قتل برسانند. آن روز صبح پدرم داشته از مغازه لبنیاتی به محل شرکت خودش برمیگشته است. پدرم هر روز صبح به مغازه لبنیاتی آن طرف خیابان میرفت و به او کمک میکرد و داوطلبانه حسابهایش را ثبت میکرد و به محل کار خودش برمیگشت. آنها منتظر بودند و هنگامی که از خیابان رد میشده با موتور به او زدند. پدرم مسئول یک شرکت خصوصی توزیع نفت سفید در منطقه بود که این نفت توسط تانکرها توزیع می شد. یک سال پیش از شهادت پدرم امام جمعه نامه‌ای به رئیس شرکت پدرم نوشته بود که ایشان به عنوان یک بهایی انگل جامعه است. شما از شرکت اخراجش کن که ما مجبورش کنیم از این شهر برود. بینندگان عزیز، این کارهایی است که با هزاران هزار بهایی کردند. آقای عطار رئیس شرکت که مسلمان و از افراد معتمد و سرشناس جهرم بود نامه را پیش ما آورد و گفت این ناسید اینطوری نوشته و البته به امام جمعه پاسخ داد که ایشان فردی امین است و 12 سال است که بدون هیچ خطایی اینجا کار میکند و من همه چیز را به او سپردم. حالا شما فردی امین مثل او پیدا کن که بتوانم حساب و کتاب را به دستش بدهم تا بعد من او را بیرون کنم. آن روز پس از چند ساعت مادرم از بیمارستان برگشت. خیلی پریشان حال بود. گفت دکترها همکاری نمی کنن. می بینید حتی دکترها هم همکاری نمی کردن. مادرم می گفت که به ما گفتن ضیاءالله باید به شیراز منتقل شود، اما برای بردن او به شیراز به ما آمبولانس نمی دهن. و باز رفت. چند روز بعد فامیل ها آمدن دنبالمون که برویم شیراز برای مراسم تشییع. همسر ضیاءالله حقیقت این چنین ما را تعریف میکنه. توی خانه بودم که برادرم از راه رسید و گفت تصادف شده، ضیاءالله یکی با موتورسیکلت بهش زده و فرار کرده، کسی جرأت نمیکرده بهش آب بده، بردیمش بیمارستان. برادرم به کمک یکی از همسایه ها را به بیمارستان برده بود. بعد آمد دنبال من و با هم به بیمارستان رفتیم. وقتی که من به بیمارستان رسیدم هنوز او را توی راه رو نگه داشته بودند. آن موقع می توانست صحبت کند. ازش پرسیدم چه اتفاقی گفت. گفت نفهمیدم که چی شد، یک دفعه پرت شدم. ضیاءالله خیلی ناراحت بود، به تقلا بود، همش می گفت سوختم سوختم، چون که از داخل خون ریزی کرده بود. بعد او را به اتاق معاینه بردند. آنجا در را بسته بودند و مرا داخل راه نمی دادند. دیگر نمی دانم پرستارها همکاری کردند یا نکردند. آنجا آقای عطار رئیس شرکتی که ضیاءالله در آن کار میکرد از راه رسید و فوری پشت سر ما به بیمارستان آمد و به مسئولین بیمارستان گفت او مثل پسرمه، هر کاری میکنید بکنید. دکتر هخامنشی از بهائیان در همان بیمارستان کار میکرد. او به مسئولان بیمارستان گفت یک آمبولانس بهش بدید ببرنش شیراز. رئیس بیمارستان جهرم دکتری به نام علی پناه بود. ایشان خیلی متعصب و مرید حسین آقا بود. او حد اکثر سعیش را کرد که کار همانجا تمام شود و
و پرونده بسته شود، نیت آن این بود که آمبولانس ندهند که همانجا بمیرد. او به دکتر هخامنشی گفت یک سگی میخواد سقط بشه، تو چرا تقلا میکنی؟ ولی دکتر هخامنشی خیلی تراش کرد مجوز حمل مریض را بگیرد و به او گفت من و تو که دکتر هستیم قسم خورده ایم تعصبی نداشته باشیم، قسم خوردیم که هیچی برامون مطرح نباشه جز نجات جان مریض. این جر و بحث از صبح تا ظهر طول کشید. بالاخره 2 ساعت بعد از ظهر دکتر هخامنشی با یک مکافاتی به زور آمبولانس میگیرد و زنگ میزند به بیمارستان نمازی در شیراز که اتاق عمل را آماده کنند. من و برادرم هم با آمبولانس به شیراز رفتیم. ضیاءالله وسط راه بیهوش شد. برخوردها در بیمارستان شیراز خوب بود. خواهرم آنجا در اتاق بیهوشی کار میکرد. ضیاءالله را به اتاق عمل بردن ولی او دیگر از کما برنگشت، از بیهوشی. خونریزی مغزی کرده بود. 3 روز بیهوش بود و بعد صعود کرد. شوهرم خیلی خوب بود. به مهمان نوازی مشهور بود. همیشه دوست داشت مهمان بیاید. همیشه جلسه های بهایی در خانه ما بود. همسایه ها ازش انقدر راضی بودن که گریه می کردن و می گفتن خدا ذلیلشون کنه که همچین آدمی رو کشتند. پس از مدتی از شیراز برگشتم. آن زمان ما دادگاه رفتیم، درست جواب نمی دادن، کسی با ما همکاری نمی کرد. ما 2-3 سال دیگر هم در جهرم ماندیم. همسایه ها با ما خوب بودن و خیلی همکاری می کردن. ما پیش از انقلاب خانه خودمان را که لوله کشی کردیم، خانه های آنها را هم لوله کشی آب کردیم. بعد که انقلاب شد گفته بودند کسی حق نداره به خانواده حقیقت بی احترامی کنه. خانه ما را میخواستند آتش بزنند ولی همسایه ها نگذاشته بودند. گفته بودند اگر آتش بزنید خانه ما هم میسوزد و خلاصه مانع آتش سوزی شده بودند. همسایه هامون با ما خیلی خوب بودند و به ما میگفتند اینها هم که این کارا را میکنند میخوان به بهشت برند. همسایه ها با ما هم دردی کردند ولی گفتند که ضیاءالله را عمدن کشتند و شوهرت توی لیست بوده و آخرش کشتنش. همیهنان عزیز، ایشون نهایتاً در بیمارستان مردند و این خانم شریف به شهر جهرم برگشت و هر چه تلاش کرد هیچ دادگاهی با او همکاری نکرد. میبینیم که مشکل یک فرد نبوده است. مشکلی بوده که بسیاری از افراد اون رو انجام میدادند. ایشان میگوید عده‌ای بودند که ما را اذیت میکردند ولی همیشه عده دیگری هم بودند که میگفتند این بدرفتاری با بهایی ها خیلی بد است. یک روز پسرم آمد خانه و گفت که امروز به ما کپسول گاز ندادن، گفتند بابی هستین بهتون گاز نمیدیم، دینتون را عوض کنید تا به شما کپسول گاز بدیم. گفتن دینم را بدهم به کپسول گاز، میرم هیزم آتش میکنم. نکنه خلاصه بعد که آتش سوزی سعدی در شیراز رخ داد از طرف محافل بهایی آمدند و گفتن خانه را بفروشید و بیایید شیراز. بله عزیز من، انقدر شرح داستان بهایانی که در این دوره انقلاب یا مستقیما به وسیله دولت یا توسط انسانهایی که به فکر جهاد اونها رو کشتن فراوان است که برای خواندن اونها باید به سایت هایی که خاطرات صدها نفر از اونها درش هست تشریف ببرید و اونها رو ببینید. ما در اینجا باز هم به پایان وقت امروزمون میرسیم. متاسفانه هیچ وقت فرصت کافی برای بیان کردن همه این غمهای جامعه نیست و اگر این غمها رو نشنویم و این داستانها رو نشنویم و ندانیم هنوز هم به روش خودمون ادامه خواهیم داد. این همون دلیلی است که مردان ما از زنان ایرانی که آزادی میخواستند حمایت نکردند. امروز هم دیدیم همون مردان ایرانی نمونهش در افغانستان از زنان افغان حمایت نکردند و نمی کنند. من شما رو به خداوند مهربان می سپارم و آرزو دارم که قلب همه ما عوض بشه. خدا نگهدار.
جناب شاهین پر. بله من خداحافظی میکنم. خیلی هم متاثر شدم واقعا از این داستانی که شنیدم. اگر مجموعه این داستان ها رو کنار هم دیگه بذاریم چه کتاب جنایت آمیزی خواهد شد. برنامه‌ای از ناصر شاهین‌پر و دکتر قاسم بیات.